آگاه پلیس که برای حل پروندهش مجبور میشه یک جنگیر کمک بگیره. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم دلیور آس فرام ایول یا ما را از شیطان برهان آوردم که یکی از فیلم های خوب توی سبک جنگیری محسوب میشه. این فیلم یکی از اونایی هستش که بر اساس داستان واقعی ساخته شده. کارگاه رال سارچیو بعد از اینکه از کارش بازنشست میشه یک کتاب مینویسه در مورد یکی از عجیب ترین پرونده هایی که داشته و این فیلم بر اساس همون ساخته شده. حالا یه مقدار بهش پر و بال دارن که یه مقدار بیشتر هالیوودی بشه. بریم با هم ببینیمش. حواسون راست برو کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم میریم به سال 2010. یه سری سرباز در حال گشتن یه مکان تاریخی توی عراقن. اینجا شبیه یه غاره و همین که میرن جلوتر یه چراغ خاموش میشه. صداهای عجیب میاد. سربازا فریاد میکشن و دوربینشون از کار میفته. حالا میریم به سال 2013. دو تا کارگاه به اسمهای سارچی و باتلر رو پرونده های جنایی نیویورک کار میکنن. این شب تماسی از یه درگیری خانوادگی باشون گرفته میشه و چون این خونه متعلق به یه سرباز ارتشی هم هست، دوتایی میرن که بهش رسیدگی کنن. به مقصد میرسن و این سرباز که اسمش هم جیمیه سعی میکنه جلوشون رو بگیره که نیان داخل، اما کارگاه میرن تو و همسر جیمی رو میبینن که کلی کتک خورده و ترسیده. دختر بچه این دو نفر هم اتاق دیگه میاد و خون دماغ شده، معلومه کتک خورده. کارگاه سارچی سعی میکنه جیمی رو دستگیر کنه، اما این مرد یهو وحشی میشه و بعد از زدن پلیسا از خونه در میره. اونا هم دنبالش میرن و موفق میشن گیرش بندازن. یه نکته عجیب اینه که همه ناخونهای جیمی کنده شدن و انگار میخواسته از دیوار یه چیزی بالا بره. یه سکانس از مردی میبینیم به اسم مندوزا که بعداً بیشتر میشناسیمش. تو این سکانس مندوزا به عکس زنی نگاه میکنه که روش نوشته شده جین. بعد میره بیرون و توی بار با کسی ملاقات میکنه. دوباره میایم پیش پلیسا. سارچی و همکارش باتلر به باغ وحش میرن. بهشون گزارش شده که یه زن بچه خودش رو تو قفس شیرا پرت کرده و اون با نگرانی به صحنه جرم میرسه. اسم زنی که این کارو کرده جینه، مثل همون عکسی که مندوزا نگاه میکرد. پلیسا به سارچی اطلاع میدن که حال بچه خوبه و بردنش بیمارستان چون سرش یه خورده آسیب دیده. اما مادر روانی که این کارو کرده هنوز پیدا نشده و همینجاها باید بشه. همگی میگردن و بالاخره پیداش میکنن. جین مثل دیوونه ها داره زمین رو میکنه و مدام یه شعر هم زیر لب میخونه. همین لحظه سارچی مردی با هودی سیاه میبینه که بهشون زل زده. نگهبانای باغ وحش میگن اون یه نقاش و از صبح داره اینجا کار میکنه. سارچی شک میکنه که شاید این مرد چیزی دیده باشه و بدونه چرا این زن بچه‌ش انداخته تو قفس. اما همین که میره سمتش، مرد فرار میکنه سمت قفس شیرا و یه حیوانم جلوی سارچی رو میگیره که نتونه بیشتر از این دنبالش بره. روز بعدی سارچی اول با همسرش به دیدن مسابقه بچه‌شون میرن. بعد میره به اداره تا رو پرونده شب قبلی کار کنه. برای مسابقه با جین همون مادر روانی آماده میشه و بهش اطلاع میدن که یک کشیش به نام مندوزا اومده و میخواد با جین ملاقات کنه. سارچی به دیدن این مرد میره که اول فیلم هم دیدیم. مندوزا از سارچی در مورد رفتارهای شب قبل جین سوال میکنه و بعد میگه این زن یه مشکل فراطبیعی داره. اما سارچی اعتقادش به این چیزا کلا صفر و مندوزا بعد از دادن کارت خودش میگه اگه کمک خاصی بهم زنگ بزن. کارگاه هم مشغول کارش جویه تماس عجیب دیگه با پلیس گرفته میشه. خانواده میگن چند شب همش اتفاقای عجیب توی خونمون میفته. صداهای وحشتناک میاد و برای همینم مدتی توی مسافرخونه موندیم و چند نفر اومدن خونمون رو بازسازی کنن. امشب پدر خانواده زنگ زده و بهشون گفته که اینجا فرار کنن، در صورتی که این پدر 7 سال قبل مرده. خلاصه که سارچی و باتلر پیش این خانواده میرن. بهشون گفته میشه که از زیر زمین کلی صدا میومده و جدیداً هم بوی وحشتناکی بهش اضافه شده. برای همینم میرن سمتش که ببینن چه خبره. توی زیر زمین جنازه مردی افتاده که به شکلی دردناک مرده و بدنش هم انگار پوسیده. وقتی جنازه رو به خانواده نشون میدن میگن که یکی از نقاش‌هایی هست که استخدام کردن. وقتی برای بازسازی خونه یه گروه آوردن، دو تا نقاش هم قاطیشون بودن و این یکی از هموناست. نقاش دومم یه مردی بوده که همش هودی سیاه میپوشیده. ویژگی‌ها شبیه کسیه که سارچی تو باغ وحش دیده بود. خلاصه که سری با یه تیم دیگه محل زندگی مردی که کشته شده میرن. خونه داغون شده و مشخصه مدت هاست کسی اینجا نیومده. کارت شرکت رنگکاری این مردم برمی‌دارن. حالا نکته عجیب دیگه هم مشخص میشه. عکس خانوادگی روی میزه که نشون میده این مرد همسر جین هست، همون زنی که بچه‌شو انداخت تو قفس. یه عکس دیگه هم هست که نشون میده این مرد توی ارتش بوده، کنار دو تا دوست خودش، یعنی جیمی ارتشی که دیریم همسرش کتک میزد و فرار کرد، و یه نفر دیگه به اسم میک سانتینو. با اتفاقاتی که افتادن مطمئناً میک سانتینو همون کسی است که تو باغ وحش دیدن و احتمالاً همکار همین مرد موقع رنگکاری هم بوده. یه دفعه سگ این خانواده شروع به سر و صدا میکنه. به اتاق میرن که بسته شده و یه گردنبند صلیب هم به گردن این سگه. روی دیوار جنازه گربه دیده میشه که به صلیب کشیدنش. روز بعد میرسه همسر سارچی بهش خبر میده که بچه دومشون هم حامله است و اونم خیلی خوشحال میشه. اما همسرش ناراحت و میگه تو خیلی کم پیش مایی و خطرناکی برامون که بچه دومم داشته باشیم. وقتی هم سارچی میره اداره، کشیش مندوزا به دیدنش اومده.
عجش میخواد که فیلم‌های باغ وحش از کاری که جین کرده رو بهش بده تا بتونه یه کمک به پرونده کنه. توضیح میده که معتقد جین توسط شیطان تسخیر شده و استارچی هم با خنده این حرف رو رد میکنه و میگه اصلا باورشون ندارم. مندو زبانه یارانی میگه وقتی شیطان واقعی رو ببینی دیگه نمیتونی وجودش رو انکار کنی. یادت باشه اگه تو فیلم ها چیز عجیبی بود حتما به من زنگ بزنیم. باتلر هم سارچی رو صدا میکنه تو جریان اتفاقهای جدید قرارش میده. یکی اینکه هر سه تا ارتشی اون عکس با هم یه عملیات رو توی عراق انجام دادن، عملیاتی که اول فیلم دیدیم. بعد از اون قضیه رفتارشون بد شد و حتی یک کشیش هم کتک زدن و در آخر از ارتش اخراج شدن و برگشتن به آمریکا. خبر دومم اینه که نقاشی که جنازه‌اش رو زیر زمین پیدا کردن خودشون خودشو گرفته و به قتل نرسیده. و خبر سومی که جیمی شب قبلی انگار از زندان فرار کرده. شروع به دیدن فیلم‌های باغ وحش می‌کنن. میک سانتینو در حال رنگ کردن دیواریه که یه سری علامت و عدد عجیب مثل تلس روشه. جین و بچه‌ش به باغ وحش میان و سانتینو یهو بهشون زل می‌زنه. جین انگار عقلش رو از دست میده و بچه رو پرت می‌کنه تو قفس. سانتینو هم طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده به رنگ کردن دیوارها ادامه میده. یه دفعه از کامپیوتر صداهای ترسناک و عجیبی شنیده میشه. وقتی سارچی میپرسه که صدای چی بود، باتلر هیچی نشنیده و حتی فیلمم عقب میارن اما بازم چیزی نمیشنوه. بعد رنگ شدن دیوارها، سانتینو میره سمت شیره تو قفس. انگار با اونم حرف میزنه و چیزی بهش میگه. یهو مردی وحشت‌زده توی دوربین میاد که اینم فقط سارچی میبینه. در آخر سانتینو با نگاهی به دوربین از اونجا دور میشه. روز بعدی میبینیم رفتار سارچی یکم عصبیه. حتی سر زن و بچه‌ش هم داد میزنه. حالا یکم جریان روی مخشه و برای همینم به خونه همسر جیمی میره که بیشتر در مورد همسرش که کتکی سره بود سوال کنه. همسرش میگه که جیمی و دوتا از دوستاش که میدونیم همون نقاش مرده و میک سانتینو هن یه کارگاه نقاشی توی زیر زمینه این خونه راه انداختن. بعدم محلش رو سارچی نشون میده. توی این اتاق نقاشی های عجیبی از جمله پرنده کشیده شده و انگار روی همشون رنگ زدن. همسر جیمی هم میگه جیمی مثل دیوونه ها این اواخر همه جا رو با ناخونش خط میکشید و حدی که ناخوناش همه زخمی شدن. همین شب میبینه که بچه سارچی هم توی اتاقش با شنیدن صداهای عجیبی از خواب میپره. سارچی همه رنگهای دیوار زیر زمین جیمی رو میکنه و حالا با یه سری نماد و عدد عجیب شبیه چیزی که سانتینو توی باغ وحش روش نقاشی میکرد میبینه. یه دفعه چراغ قطار بس میشن و صداهای عجیبی میاد. جیمی از پشت سر میرسه و ضربه ای به سارچی میزنه. بعدم از اتاق فرار میکنه. اونم بیشتر اتاقو میگرده و یه سری هارد و فلش پیدا میکنه. توی اونا فیلمی از عملیات جیمی و دوستاش توی عراقه. در ادامه اتفاقاتی که اول فیلم دیدیم، یکی از سربازا شبیه جنزره‌ها به بقیه زل میزنه. کمی بعد یه متن حکاکی شده شبیه همین نقاشی رو دیوار پیدا میکنن و یه دفعه سربازا مثل دیوونه‌ها شروع به شلیک میکنن. غیر از این سه نفرم بقیه یا کشته میشن یا زخمی. سارچی به خونه اون نقاش کشته شده هم میره و با تراشیدن رنگ‌های دیوار اونجا هم همین نقاشی رو باز میبینه. برای اطلاعات بیشتر به بیمارستان میره تا جین ملاقات کنه و در مورد اینکه چرا بچه‌ش پرت کرده توی قفس سوال کنه. همین که به بیمارستان میرسه مندوزا رو هم میبینه. دوتایی میرن پیش جین که رفتار شبیه تسخیر شده است. سارچی میگه چرا اون کارو کردی و جین میگه چون اون ازم خواست. شروع به گفتن کلماتی عجیب به زبان لاتین میکنه. سارچی عکسی از نقاشی روی دیوار نشونش میده و جین مثل وحشی ها حمله میکنه و دستشو گاز میگیره. از اینجا دیگه مندوزا هم قاطی پرونده میشه و با سارچی در مورد این نقاشی ها حرف میزنن. مندوزا میفهمه این یه طلسم خیلی مهمه که دروازه بین دنیاها باز کرده و شیاطین میتونن ازش بدن انسان ها وارد شن. البته که بعضی از آدم ها بدن مناسب تری برای تسخیر دارن و این طلسم به راحتی روشون تاثیر میذاره. اونم به خاطر مشکلات ذهنی و چیزهایی هست که توی زندگیشون دیدن. وقتی میفهمه سارچی صداها و تصویرهایی دیده که همکارش متوجهش نشده، بهش میگه تو هم یکی از همونایی و باید خیلی مراقب باشی چون ممکنه تسخیرت کنه. سارچی به خونه برمیگرده و همسرش با نگرانی میگه بچه‌مون از اتاق صدای خراشیده شدن دیوار شنیده و خیلی میترسه. میبینیم توی بیمارستان هم جین موفق میشه با حمله به یکی از پرستارا از قفسش بیرون بیاد. روز بعدی سارچی و مندوزا فیلم‌های باغ وحش رو با هم می‌بینن. مندوزا میگه جین بعد دیدن اون پیام روی دیوار تسخیر شده. سانتینو هم بعد اینکه زن تسخیر شده نقاشی رو خواسته پاک کنه. احتمالاً خودش هم توی همون عملیات توسط همین نیروها تسخیر شده چون دقیقاً بعد دیدن اون لوح همه چیز شروع شده. سارچی دوباره میگه که همون صداهای عجیبو میشنوه و مندوزا بهش میگه پس باید دقت کنی که این صداها چی میگن. احتمالاً سانتینو داره برات پیغام خیلی مهم میفرسته و باید متوجهش بشی. شاید ازت کمک میخواد تا این شیطانت از بین ببریم. باتلر هم سعی میرسه و گزارش میده که نقاشی که روی دیوار بودن توسط خون سانتینو نوشته شدن. دو سال قبل هم به خاطر وحشیگری این مرد رو دستگیر کردن اما شاهد این اتفاق به شکل عجیب یهو ناپدید شده و اونم از زندان در رفته. به هر حال موفق میشن آدرسشو پیدا کنن و ستایی به محل زندگیش میرن. در همین حال بچه سارچی هم میبینیم. دوباره صدای خراشیده شدن چیزی رو میشنوه. چراغای اتاق قطع و وصل میشن، در اتاقم قفل میشه. مادر میدوه طرفش و دختر در حال جیغ زدن بغلش میکنه.
از اون طرف هم آدرسی که از خونه سانتینو دارن نتیجه نمیده و مندوزا به سارچی میگه خیلی باید مراقب خودت و خانوادت باشی چون شما هم درگیر این تلسم عجیب شدید. تنها راه فرار هم ازش اینه که به گناهات اعتراف کنی و اینطوری خودتو رو میبخشه و کمکش میکنه. برام توی ماشین میشینن بلکه بالاخره سانتینو به خونه برگرده. همسر سارچی بهش زنگ میزنه که کمک بخواد اما اون جوابشون نمیده. مندوزا هم تو ادامه حرفاش میگه باید با گناهات روبرو شی و حل کنیشون وگرنه شیطان از اونا علیهت استفاده میکنه. همین لحظه سانتینو رو میبینن که داره به خونه برمیگرده. یواشکی دنبالش میرن و مندوزا توی ماشین میشینه. سارچی و باتلر دنبال سانتینو هن و سارچی دوباره همون صداهای خاص رو میشنوه. یه دفعه سانتینو رو میبینن که با آسانسور میره به زیر زمین و اونا هم خودشون رو به همونجا میرسونن. اما یه دفعه چراغای ساختمون خاموش میشن و صداهای عجیبی میاد که مندوزا هم به ناچار میدوه داخل تا کمک کنه. سارچی با سانتینو روبرو شده و انگار شیطان مستقیما داره باهاش حرف میزنه و از گناهای این مرد میگه. یه دفعه جیمی هم پیداش میشه و از پشت سارچی رو گیر میندازه. سانتینو هم راه فرار رو در پیش میگیره و بعد کشتن باتلر به طبقه دیگه میره. جیمی هم توی درگیری داره سارچی رو خفه میکنه که بالاخره مندوزا سر میرسه. صلیبش رو سمت جیمی میگیره و با خوندن یه سری دعا اونو از سارچی دور میکنه. در آخر هم با زدن صلیبش به جیمی اون از حال میره. سارچی بلند میشه و سریع مرکز خبر میده که باتلر مرده و نیروی کمکی میخواد. جیمی دستگیر میشه اما هنوز از سانتینو خبری نیست. این شب سارچی از مندوزا کمک میخواد تا به گناهاش اعتراف کنه و از خدا کمک بگیره چون دیگه واقعا شیطانو باور داره و توی خونه نزدیک بود با همین چیزها اونو گیر بندازه. اعتراف میکنه که یه مردی به اسم مروین وجود داشت. مروین یه قاتل و بچه باز بود. یه بار سر صحنه قتل دیدمش و گیرش انداختم اما انقدر عصبی بودن که با مشت و لگد کشتمش و نذاشتم به زندان برسه. مندوزا هم میگه مروین لیاقت مجازات داشت اما کاری که تو کردی بی‌عدالتی بود. با این حال من طرف خودت رو میبخشم و الان دیگه شیطان کاریت نداره. بچه سارچی هم توی اتاقشه و باز صدا میاد. عروسک ها شروع به حرکت میکنن. وقتی از اتاق میره بیرون سانتینو رو میبینه که توی راه رو وایستاده و جیغ میزنه. روز بعد میشه و سارچی داره سمت خونه میره که یه رفع جین از پشت بوم میفته روی ماشینش و میمیره. تلفنش هم زنگ میخوره و شماره خونشونه. اما وقتی که جواب میده سانتینو پشت خط رو بهش میگه من کاری کردم که جین بپره. سارچی با عصبانیت خودش به خونه میرسه و سانتینو منتظرشه. از زن و بچهش خبری نیست و خیلی به هم میریزه چون میدونه که این مرد یه کاری باهاشون کرده. هرچی سانتینو رو میزنه و ازش میپرسه خانواده‌ام کجان جوابی نمیده. سانتینو با صدای آروم میگه اگه بذاری بیام توی بدن تو اون موقع میگم زن و بچهت کجان و میتونی نجاتشون بدی. پلیسای دیگه هم سعی میرسن و سانتینو رو به ایستگاه پلیس میبرن. مندوزا هم سعی میرسه و سارچی که برای زن و بچهش حاضر هر کاری بکنه بدون هیچ حرفی پیشنهاد مندوزا برای مراسم جنگیری رو قبول میکنه. اتاقی رو خالی میکنن و مندوزا لوازمش رو میاره اونجا. به سارچی میگه جنگیری 6 تا مرحله داره و باید هر کاری که بهت میگم رو انجام بدی. مراسم شروع میشه. هیجان بالاست و صداهای عجیبی میرسن. رفتارهای وحشتناک سانتینو باعث ترس سارچی شدن. مخصوصا که یه دفعه شروع به صحبت با سارچی و تحقیر اون از نظر احساسی میکنن. اما مندوزا مراسم رو ادامه میده و سانتینو رو سر جاش میشونه. هی از شیطان این پرس خودتو معرفی کن و یه دفعه سارچی میگه من کلمه جانگلر رو از زبونش شنیدم. مرحله آخر جنگیری بالاخره میرسه. مندوزا با استفاده از اسم شیطان اونو از زمین اخراج میکنه. تمام شیشه ها میشکنن و شیطان از همه قدرتش برای شکست مندوزا استفاده میکنه اما در آخر مراسم با موفقیت به پایان میرسه. همین که سانتینو به خود واقعیش برمیگرده به سارچی میگه زن و بچهش کجان. سکانس آخر فیلم مراسم غسل و تعمید بچه دوم سارچی رو نشون میده چون انگار دوباره به خدا و شیطان باور پیدا کرده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. توی فیلم‌هایی که داستان جنگیری دارن کم پیش میاد که بتونن اون اوج هیجان و وحشت رو کنار هم قشنگ به نمایش بذارن و دلیوراس فرام ایول که از همون است. مثل فیلم جنگیر قدیمی که دیده بودیم اولین نسخهش که واقعا اون خوف دختر جنزده رو قشنگ ما انتقال میدادش و این هم یکی از همون است. بخاطر اینکه صحنه جنگیری آخرش واقعا قشنگ در اومده، هیجانش بالا، جلوه های ویژه‌اش خیلی خوبه، اون صحنه که شیشه ها میشکنن واقعا استرس داره، جامپ اسکراش خیلی بالان و کلا یه فضای دارک رو به خودش گرفته که قشنگ اونو به بیننده انتقال میده. بر اساس چیزی که نوشته شده در مورد این فیلم و در مورد حالا همون کتابش، جنگیری توی 6 مرحله انجام میشه. مرحله اولش مرحله حضور یا همون پرزنس. توی مرحله اول شیطان ثابت میکنه که وجود داره و توی بدن انسان هستش. مرحله دوم میشه مرحله تظاهر. بعد از اینکه مراحل جنگیری شروع میشه اون شخص تسخیر شده شروع میکنه به اینکه اون کسایی که اونجا هستن رو گول بزنه تا یه جوری بیان کمکش و به اینکه من بیگناهم
علیکی انقدر آزارم ندید. مرحله سوم میشه مرحله بریک پوینت، مرحله‌ای که دیگه شیطان نمیتونه تظاهر بکنه و مجبور خودش رو بپذیره چون داره از بدن اخراج میشه و شروع به مقاومت میکنه و همه چیزو میشکنه، قدرت خودش رو به نمایش میذاره. مرحله چهارم یه سکوت خیلی عجیبی شکل میگیره و شخص جن زده شروع میکنه به صحبت کردن با زبون همون شیطان و تو این مرحله هستش که میتونن اسم شیطان از زبونش بیرون بکشن و بفهمن کی هستش. مرحله پنجم مرحله کلش یا برخورده. تو این مرحله اون شخص تسخیر شده شروع میکنه به آزار رسوندن به خودش، شکستن دست و پای خودش، گردن خودش و خلاصه به خاطر اون وجود شیطان داره به خودش انگاری آسیب میزنه و خیلی از جنگیرا تو این مرحله متوقف میشه به خاطر اینکه نمیخوان به طرف آسیب زیادی برسه و میرسه مرحله آخر، مرحله اکسپالشن، مرحله اخراج یا همون خروج، که تو این مرحله دیگه شیطان از بدنش خارج میکنن و اون طرف به خاطر نیرو و انرژی که ازش رفته میفته رو زمین برای مدتی بیهوشه، در نهایت خودش رو دوباره بلند میکنه. مواد مورد نیاز برای تولید این جنگیری هم میشه یه مقدار آب مقدس، یه مقدار کشیش با تجربه و یه مقدار اتاق بزرگ که بتونی همه چیزو بشکنید نابود بکنید. دیگه اینا رو میریزید تو هم، در نهایت فیلم دلیوراز فرام ایول ازش در میاد. خلاصه که این فیلم ها رو میذارم همیشه آخرش میگم، اعتقادات هر کس به خودش مربوطه، من نمیتونم بگم اینا درسته یا غلط، ولی خب یه سری چیزا هستش که وقتی میخونی خیلی میتونی شک کنی به اینکه شاید واقعا وجود داشته باشن، مثل همین گزارشی که کارگاه واقعا نوشته بود از این پرونده، چون یه پلیس نمیتونه دروغ بگه چون پرونده هاش موجوده، فکت های پرونده موجوده، سند پشتشه و وقتی همین چیزی رو میخونید خب یه خورده جا داره که دو دل بشی شاید واقعا وجود داشته باشه، انقدر الکی انکارش نکنید. دیگه همین فیلمش یه چیز هیجانی و در مورد روح و جن تحلیل خاصی نداره مثل خیلی از فیلم های دیگه، به زودی فیلم های فلسفی خفن دوباره میذارم. پیشنهادتون حتما بنویسید، خیلی دوستتون دارم، توی کانال زاپاس شوین بشید، لایک کانال سابرتون نره، روزتونم گلسی.